مستند خانم 75 ساله آلمانی رو همتون دیدید ولی هیچکس نفهمید که ما با ایشون اصلا چجوری آشنا شدیم امروز میخوام یه ویدیو درست کنم در نقد و بررسی مستند اخیرم که یک خانم 75 ساله آلمانی از دو نصف شب تا شیش صبح هر شب کار میکنه اونم چه شغل عجیبی داره که تو اون ویدیو دیدید همتون اما تو این ویدیو میخوام بهتون بگم که چی شد ما اصلا با ایشون آشنا شدیم و چجوری ما اصلا کلا ویدیوهامون رو درست میکنیم چقدر کار داره چقدر تلاش داره ویدیو ساختن میخوام امروز راجع به این صحبت بکنیم سلام من حسین آبدی هستم اینجا شهر هانوفر آلمان امیدوارم که حالتون خوب و عالی باشه و سال 2022 رو شروع کرده باشید به خوبی شروع کرده باشید ویدیو اخیر ما یه مستندی بود که راجع به یک خانم 75 ساله آلمانی بود که ایشون از ساعت دو شب تا 6 صبح کار میکرد هر شب حتی 6 روز هفته و روزنامه پخش میکرد این شغل عجیب ایشون بود برای خود منم خیلی عجیب بود و به شما بگم که عجیبتر از این من تا همون شبی که این ویدیو رو ضبط کردم نمیدونستم که چه چیزی در انتظار ما هستش ما واقعا با یه تصور دیگه ای اصلا با ایشون صحبت کردیم با یه تصور دیگه ای رفتیم فیلم کنیم و واقعا اون شب خودمون هم شوکه شده بودیم حالا ممکنه بپرسید که اصلا ما چی شد با ایشون آشنا شدیم اصلا داستان از کجا شروع شد من رفته بودم یه روز بیرون یه بسته پستی رو ارسال کنم بعد توی کوچه ای که نزدیک اون کیوسکی بود که رفتم بسته رو بدم دیدم یه خانومی با دو چرخه داره میاد نامه پخش میکنه و خیلی برام جالب بود شغل پستچی و هنوز تو ویدیو هامون نداشتیم اون موقع هنوزم نداریم ولی گفتم که با ایشون صحبت کنم ببینم میتونیم باهاشون راجع به شغلشون توی آلمان یه ویدیو درست کنیم و جالب بود برام مثلا یه خانومی بودن که هولوحش 50 سال سنشون بود با دوچرخه از این خورجین بهش میگن تو فارسی فکر کنم از این خورجینام داشتن توش پاکت نامه بود و داشتن پخش میکردن تو محله چند تا خونه رو که نامه پخش کردن اومدم گفتم ببخشید من میتونم یه سوالی بپرسم و اینا گفتن چیه توضیح دادم براشون گفتم ما یه کانال یوتیوب داریم به زمان فارسی راجع به آلمان محتوای آموزنده تولید میکنیم و اتفاقا اینجا بگم اگر که جدید هستید خوشحال میشم کانال رو سابسکرایب کنید هرچی ما بزرگتر بشیم من سری بعد که خواستم بگم میتونم بگم آقا ما به جای مثلا 20000 نفر الان 30000 نفر 40000 نفر مثلا سابسکرایبر داریم میگم که حتی شاید بعدا بیشتر هم بشیم که من خیلی خوشحال میشم برای همین یه دکمه سابسکرایب رو کلیک کنید و به جمع ما اضافه بشید این خانوم که باشون صحبت کردم براشون توضیح دادم به من گفتن که باید شما برای اینکه که اجازه بگیری که اصلا ما ویدیو درست کنیم یا نه با رئیس من صحبت بکنیم گفتم خیلی خب رئیستون شمارهشون چیه یا ایمیلشون چیه که ایمیلشون رو من داد و گفت که برای چه شرکتی کار میکنن و نامه پخش میکردن خوب دقت بکنید من گفتم رفتم یه بسته پستی رو ببینم ایشون رو توی خیابون دیدم پس ساعت چند بود ساعت مثلا هلوش فکر کنم 10 صبح بود یازده یا صبح بود ویدیویی که ولی ما دیدیم نصف شب این خانومه داشت کار میکرد قضیه چیه من با رئیس ایشون تماس گرفتم گفتم که ما میخوایم یه چنین ویدیویی درست بکنیم راجع این شغل میخوایم یه ویدیو به زمان فارسی بسازیم و اگر ممکنه اجازه بدید که ما با این همکارتون ویدیو رو درست بکنیم خود ایشون هم قبول کردن که توی ویدیو باشن چون ما برای ساخت ویدیو همیشه دو تا چیز رو لحاظ میکنیم یکی اینکه خود اون میتابایتا خود اون شخص حاضر هست جلوی دور بیاد حضور پیدا کنه و دو اینکه آیا رئیس اون شرکت اجازه میده یا نه که خب من گفتم خود ایشون اسمشون هم خانم ریکه بود گفتن اوکیه و حاضر هستن تو ویدیو باشن فقط گفتن شما باید اوکی بدید گفت باشه من خبر میدم بهتون یه مدتی گذشت یه چند روزی گذشته شد دیدم خبری نشد دوباره تماس گرفتم من بعضی وقتا به بچه ها میگم ویدیوهایی که میسازیم آمادگیشون خیلی وقتا ده ساعت وقت میگیره باورشون نمیشه دقیقا همینه مثلا من اونجا تا این خانم رو وایسم تا بیاد من با باش صحبت کنم مثلا قشنگ نیم ساعت فقط من همون همونجا وایسادم تا خانومه در واقع براش توضیح بدم قضیه چی و ایمیل رئیسش رو بگیرم بعدا با خود این شخص رئیس که ایمیل زدم یه ایمیل طولانی نوشتم خود همون فکر کنم 45 دقیقه وقتمو گرفت بعد دیگه جواب نداد بعد دوباره زنگ زدم به مرکزشون گفتم من آقای فلانی ایمیل زدم ایمیلمو جواب نداده و میتونید به هم بگید که تلفن بزنیم صحبت بکنیم اینو شماره شما من بدید که گفت میگم ایشون زنگ بزنه دوباره زنگ نزد چند روز بعد دوباره زنگ زدم به مرکزشون گفتم من با آقای فلانی میخوام صحبت کنم ببین میبین چه از یاده دقیقا ممکنه میگه آقا حسله هم سرف آره حسله منی که داشتم این کار انجام میدادم بیشتر سرف یعنی برای همین میگم که تولید ویدیو بچه ها خیلی کار زمان بریه اینو من میگم برای اینکه از پشت پرده کار ما یه ذره ببینید ببینید چه شکلی اینا خلاصه بالاخره من با این آقا صحبت کردم و ایشون هم اوکی داد و گفت که چشم این خانم من میگم که با شما هماهنگ کنم چون شماره خودشو که رئیس نمیتونه به من بده به خاطر اینکه خانم من میگم گفت که اوکیه خود رئیس باید به خانم بگه بگه که شما با آقای تماس بگیر من شما خودمو دادم گفتم با من تماس بگیر اینجا شو خوب گوش کنین بچه ها چند روزی گذشت یه تلفن به من زده شد یه خانمی زنگ زدن و گفتن که سلام من رئیسم گفته که باید با شما تماس بگیرم بعد پشت تلفن خب من تایمی هم بود که خیلی جاهای مختلفی زنگ میزدم یعنی همین الانم هم. مثلا من هر چند وقتی با چند جا رو مد نظر دارم که باشون با صحبت کردم حالا ایمیل زدم منتظر جوابم منتظر مجوزی می ببینیم چی میشه اینا همینجوری چند تا پروژه رو همزمان داریم میبینیم نمیدونستم کدومه گفتم که شما نامه میبرید دیگه اینا گفتن که نه گفتم خب پس اسم رئیستون چیه گفت آقای فلانی خب پس مطمئن شدم همون خانم است گفتم خب بله دیگه شما نامه میبرید گفتش نه من چیز میبرم روزنامه میبرم گفتم حالا احتمالا خب نامه اون روز میبوده امروز داره روزنامه میبره بعدم یه جوری صحبت میکرد خانم من احساس کردم آلزایمر داره هی hey, گفتم خانم ما همدیگه رو دیدیم همون روز من بهتون توضیح توزن... گفت شما چیکار میخوای بکنی گفتم ببین من همون روزم بهتون گفتم که ما یه کانال فارسی زبان داریم ما همینجوری من اینا توضیح باز خانم گفت من نمیدونم بعد مثلا با دخترم صحبت کنم من خیلی یوتیوب بلد نیستم گفتم خانم من روز بهتون نشون دادم اینا بعد فکر میکرد میگفت من یادم نمیاد شما دیده باشم اینا اصلا منو میگی و گفتم خانم مگه شما خانم ریکه نیستی گفت چرا من خانم ریکم و همینجوری من هی فکر میکردم هی میدیدم اولا که اون خانومی که من دیدم پنجاه سالش بود ایشون صداش یه ذره انگار مسنتره بعد هی من به خدا مونده بودم بچه یعنی قشنگ من شاید باورتون نشه سه چهار دقیقه همینجوری مونده بودم در شوک که این خانم آلزایمر داره قضیه چیه چی میگه این خانومه گفتم مثلا سوال بعدی گفتش که خب قرار ویدیو درست کنیم باشه رئیسم بهم گفته یعنی خانم ببین اصلا بنده خدا خودش نمیدونست که داستان چیه حالا الان میفهمید چرا چون رئیسش گفته بود ایشون گفت باشه میخوام انجام بدم و مثلا بریم چیکار کنیم و اینا من گفتم که خب فقط ببینیم چه من شما با دو چرخه میرید ما با ماشین دنبالتون بیایم من بعد دوربینمو نصب کنم روی مثلا ماشینم بعد چجوری میشه ایشون گفت نه من اصلا با دو چرخه نمیرم من سفوس پیاده میرم اینو چه گفت گفتم نکنه بنده خدا مثلا آلزایمر داره من دارم گفتم خانم چی میگین شما فلان و اینا بعد هی میگفت مثلا ماین تخت اینا گفتم خانم شما شماره دخترتون اگه میشه بدید که ما با ایشون من به ایشون اصلا کانال اونم میفرستم ببینید قضیه چیه بعد من زنگ زدم به دختر خانومشون شماره شو داد و با دخترش صحبت کردم که خانم میگم سنش بالاتر بود ولی دیگه ایشون خب خانم 40 ساله‌ای بودن فکر کنم همین حدودا دیگه یوتیوب بلد بودن واتس اپ بلد بودن و من گفتم خانم قصه اینه من مادر شما رو توی خیابون دیدم تو بعد دختری گفت اصلا همچین چیزی ممکن نیست گفتم چرا گفت مادرم اصلا صبحا کار نمیکنه اصلا نامه پخش نمیکنه خلاصه اینا که دختر گفت من فهمیدم که چی شده من رفتم به رئیس اونا پیام دادم گفتم خانم ریکه حالا اینام چند تا خانم ریکه دارن این رئیسه فکر کرده من این خانم رو میگم که روزنامه پخش میکنه اومده به این گفته در صورتی که من میخواستم ویدیو رو با یه خانوم پنجاه ساله پروش پنجاه پنجاه خورده ساله پستچی که با دو دوچرخه نامه پخش میکرد بسازم اصلا من نمیدونستم چنین شغلی تو آلمان وجود داره برای همینه که میگم این ویدیو یه ویدیو یه دانشگاه ما اصلا توی آلمان پنجاه سالم بمونیم اصلا نمیفهمیم آلمان چه خبره اصلا چه اتفاقی داره برای ما داریم میفته اینقدر اطلاعات ما راجب این کشور کمه خلاصه خب، دختره برای من توضیح داد بعد گفتم که پس مامان شما اینا رو پیاده میبرم پخش میکنه همونجا فهمیدم که یه شخصیت دیگه ایه و اتفاقا ایشون برای من جالبتر شد گفت شب کار میکنه سنش پیش گفتم مادرتون چند سال گفت هفتاد و پنج سالش گفتم خب سنش بیشتره شبا کار میکنه اونم پیاده آخه چیه قضیه یه نفر کامنت گذاشته بود گفته بود این کار ایشون توی روستاهای ایران هم این حرکت قفله حالا این قفله این یه عبارتی بچه ها تو بازی ها و گیمینگ و اینا میگن میگن مثلا این حرکت تو فلانجام هم قفله یعنی میگن همچین شاخ در نه خیلی بچه ها تو ایران اینو دیده بودن من خودم هم که ویدیو رفتم بسازم شاخ در بعد خانم توضیح داد قرار شد که ویدیو رو بسازیم رفتیم پیش ایشون ساعت فکر میکنم یک نصف شب اینا ویدیو رو هم ساختیم اومدیم خونه من نمیگم دیگه چی بود ویدیو رو حتما ببینین نایدید توی ادیت و بعدا همین آخرها من نگاه هم دیدم نگاه کن ببینم این خونه ها. آسانسور داشت من تو ویدیو پایین ویدیو یه جایی از مشخص آسانسور داشت بعد ما پیاده رفتیم بالا و پایین یعنی اصلا من مغزم هنگ کرد و با خانومم داشتیم میرفتیم خانومم میدید مثلا ایشون همینجوری کار میکنه روزنامه ها رو پخش میکنه با چه چیزی کار میکرد با چه چی میگن مسئولیت حس مسئولیت یعنی این خانم روزنامه ها رو جوری پخش میکرد که فرض بکن انگار به آلمان حمله شده یک کشور به آلمان حمله کرده این خانومه تو نقطه صفر مرزی روی برجک با اسلحه وایساده از ناموس و وطنش میخواد دفاع بکنه وایساده ببینه که اگر کارش رو یک ذره اشتباه انجام بده دشمن حمله میکنه کشورش با خاک یکسان میشه اینجوری کار میکرد خانم روزنامه ها رو پخش میکرد یعنی احساس مسئولیت که شغل من بسیار مهمه من باید کارمو دقیق انجام بدم که میگم بعضی جاهاشو رئیسشون مثلا گفتن که اینو از تو ویدیو حذف کنین گفتم چیه مثلا یه جاش حالا ایشون که نگفته من دارم از خ... میگم دیگه من میگم گفت که من گفتم چجوری آدرس ها رو حفظی که مثلا چجوری آدرس ها گفت خیلی که جوان اونا نمیتونن حفظ کنن مثلا توی گوشی هاشون میزن که رئیسش یعنی ویدیو رو دید گفت اینجاش رو کن این به خاطر چیز مشکل داره به خاطر داتن شد و اینا نباید کسی تو گوشیش بزنه حالا میگم اینم خانومه نگفت من دارم میگم ولی خود خانومه اینا رو حفظ میکرد دقیق میدونست کی امروز روزنامه میگیره کی نمیگیره بعد با ما اومد یه ویدیو رو چون ما رفتیم یه دو رو با همدیگه زنیم چند تا روزنامه پخش کردیم ولی ایشون سه تا از اون شتاپلا داشت از این دسته های 80 تا یه روزنامه صد تا یه روزنامه ایشون سه تا داشت یعنی باید برمیگشت دوباره اینو برمیداشت میاد و واقعا بچه ها ویدیو خیلی آموزنده بود یکی اینکه اینم بگم بهتون بعضی ها خیلی جالبه این ویدیو رو دیدن گفتن که ویدیو چقدر ویدیو انگیزی بود بعضی گفتن چه ویدیو امیدبخشی بود و جالبه اتفاقا این مستند برای یه عده مستند خیلی پوزیتیوی بود که آدم امید به زندگی رو توش میبینه برای یه خیلی ویدیوهای غم انگیزی بود که خب چرا اینجوریه حالا سوالتون ممکنه باشه که نظر من چیه نظر من اینه که ویدیو واقعیت آلمان بود من اینو توی مستند نگفتم من هیچ مستندی رو نمیام بگم که این اینجوریه اینا خود فیلم برای خودش باید حرف بزنه ولی این نقد و بررسی رو گذاشتم که اینجا تو این ویدیو راجع فیلمم حرف بزنم ببینید بعضی میگن که فیلم آهنگ غمناک روش داشت و این ویدیو خیلی پر از امید بود آره پر از امید بود ببین هر چیزی جای خودش یعنی امید این فیلم جای خودش اینکه یه خانمی تو این سن هنوز کار میکنه جای خودش اینکه یه نفر امید داره این یه نفر میه کلاس ایتالیایی زبان میخونه باید الگو ما باشه ولی ما باید اینجا دو تا چیز رو دقت بکنیم همزمان ببینیم واقعیت آلمان این شکلیه یعنی یه چیزی وجود داره به نام آرموت یعنی فقر تو سن بازنشستگی اونم میگم به خاطر سیستم بازنشستگی که تو آلمان وجود داره که این بخشی از واقعیت آلمانه یه چیز دیگه ای وجود داره اون بحث خانواده توی آلمانه ایشون دو تا دختر داره ولی خب تو آلمان خیلی عادیه که بچه بعد از 18 سالگی بره برای خودش یعنی این سیستم الان ممکنه بچه ها تو ایران بگن ایران هم همینجوریه اوکی ایرانی که من میشناختم تا سال آخر 82 این شکلی نبود حداقل فامیلای ما این شکلی نیستن منم اینجوری نیستم پدر مادرمون رو بهشون سر میزنیم میایم خیلی با خانواده ایم و دوست دارم بچه های منم اینجوری نباشن ممکنه خیلی دیگه اینجوری باشن ولی من این چیز مهم و چیز جالبیه تو آلمانیا من کمتر اینو دیدم که این مدلی باشن مثلا خانواده خیلی براشون مهم باشه به خانوادهشون سر بزنن الان مثلا توی ایران دارم فکر میکنم خانومم یاسمن مادر بزرگش خیلی چیزه میاد مثلا پیش دایشون زندگی میکنه با دایشون بعد میره مثلا فامیل خیلی پدر یاسمن که ایران هستن از مادر بزرگ یاسمن مراقبت میکنن دعوتشون میکنن میان هوای همدیگر رو داریم خب هوای همدیگر رو داریم این به نظر من یه خصوصیت مثبته من نمیام ب... و خب وقتی این اینجا نیست میبینم این یه چیز این یه چیز جالبی نیستش درسته اون خانمه داره باش سر میکنه و با اون انرژی و امیدش داره میبره جلو زندگیشو دمش گرم ولی اینجا اگر که یه مقدار مثلا مدل فرق میکرد همسر ایشون که طلاق گرفتن مثلا طلاق نگرفته بودن الان با هم بودن دیگه بچه هاشون شاید مثلا ازدواج کرده بودن بچه داشتن نوه داشتن شاید شرایطیشون یه ذره متفاوت بوده خب و این قشنگ تر بود یعنی اگه ایشون میتونست دیگه تو این سن به نظر من بازنشست بشه و به اندازه کافی داشته باشه که بتونه سفرشم بره بتونه کلاس ایتالیاییش هم بره بتونه سینما و رستورانش هم بره و مجبور نباشه کار کنه به نظر من جامعه قشنگتری میشد خب بخوام بگم از اون من خیلی از ماهایی که تو سن کم اینجا میشینیم از کمک دولت میگیریم اصلا بلند نمیشیم کار کنیم این کار بالاخره یکی باید انجام بده یه کسی باید بلند شه بره شب تا صبح این روزنامه رو پخشونه خب کی باید بره توی کامنت ها خیلی جالبه توی جامعه فارسی زمانی که بچه تو یوتیوب این چیز رو دیدن ویدیو دیدن دو نفر اومدن پیام دادن که مام این کار رو انجام دادیم و یکیشون گفت خیلی سخت بود برام گفت من عشق میریختم این ویدیو رو میدیدم ما این کار یه مدتی انجام دادیم ولی اینو میخوام بگم بیشتری ها این کار نمیکنن این کار براشون سخته من میگم از این فیلم میشه واقعا من یه دانشگاه چیزی یاد گرفت از یه طرف میشه آلمان رو بهتر شناخت اوکی آلمان چی تو این فیلم میتونیم ازش یاد بگیم افراد با احساس مسئولیت سر اون جایی که وایستادن هستن یعنی اون کارشون هر چقدر کوچیک باشه حس اونیو داره همون سربازی که گفتم لب مرز وایستاده و مثلا جلوی انگار دشمن وایستاده میگه آقا وظیفه من جوری کار ما اشتباه انجام بدم اصلا این کشور نابود میشه با این انرژی این خانمه داشت کار میکرد این چیزی که من اونجا توی صحنه تو همونجا دیدم و درک کردم و خب از خیلی آلمانی های دیگه هم اینو دیدم بگذاریم آلمانی تنبل و آلمانی که هاتسپیا ها میگیره کمک دولت میگیره میشنه خونم هستا ولی این مدلی هم هست و من میگم این کشور روی شونه اینا بنا شده که الان میبینی هی اوزاش داره داغونتر میشه هی میبینی نیروی کار نیست نمیدونم سطح مدارس داره میاد پایین تر یه مشکلاتی به خاطر این مشکلاتی میاد بخاطر اینکه مثل اینا دیگه داره کمتر میشه نسل جوونه الان دیگه مثل نسل قبلشون نیستن ولی دمشون گم این چیز مثبتشه واقعیت دوم اینه که جامعه این شکلیه میبینی شما همسر جدا شده رفته این خانم تنهاه درست دوست و اینا داره یا خیلی هاشون سگ دارن ولی خب این شکلیه و این تنهایی به نظر من چیز مثبت خوشحال کننده ای نیست نظر شخصی من به عنوان یک فرد منم فیلم رو درست کردم و یک شخصی هستم ممکن شما بگید که اتفاق خوبه تنها باشی و دخترات هم شهرهای دیگه باشن خودت و خودت عادت کرده باشی بهش احتمالا اوکیه ولی خب به نظرم شاید خیلی جالب نباشه اما بگذریم پس این ویدیو چیزهای آموزندش به نظر من خیلی زیاد بود از اینکه میگم ایشون با اون گاری و بعد خودش میکشید میبرد بالا بعد مثلا من واقعا میخواستم کمکش کنم یه جایی از فیلمم میام میگم بذار من کمکتون کنم ایشون میگه نه خودم انجام میدم و خیلی حرفه خیلی حرفه من بیشتر برای مهم بود که توضیح بدم این ایشون اصلا چجوری پیدا کردیم چون واقعا بر خیلی ها سوال بود و ببینید که چقدر اتفاقی شد یعنی قسمت بود واقعا قسمت بود این قسمت رو خیلی ها وضعی من بهش اعتقاد ندارم اوکی ولی اسمشو بذار تصادفی اسمشو هر چی میخوای بذار ولی واقعا خوب شد که اشتباهی ما با یکی دیگه آشنا شدیم که فهمیدیم که آقا اصلا چه این شغلی هست چه این آدمی هست چه افرادی هستن نه فقط چه این آدمی چه این افرادی تو این جامعه هستن که ما اصلا ازشون بیخبریم در نهایت درسش برای ما اینه که به نظر من اگر کار نمی کنیم تو این جامعه ای که کار زیاده بلندشیم و کار بکنیم چون جامعه ای که افراد فقط بخوان بشینن بخورن یه عده دارن کار میکنن اینا دارن کار میکنن که ما نشستیم اونی که جاب سنتر میگیره پول از جاب سنتر میگیره حالا کاری نداریم ما یکی هست واقعا تازه اومده زبان نمیفهمه فلان اینا موقتی حل میشه ایشالله میگه کار ولی اونایی که واقعا عادت دارن به این مفخوری یعنی اونایی که به من میان پیام آقا یه پولی از ایران من دارم بیاد اینجا خونه بخرم دولت جاب سنتر ما قطع میکنه عزیز دلم خب این چه مفخوریه این مفخوری بده این فیلم آدم میبینه یه خجالت میکشه واقعا به نظر من باید سعی بکنیم هممون اگه تو این جامعه هستیم بایتراگ خودمون رو به جامعه بدیم بایتراگ راگ خودمون رو به دنیا اصلا نه جامعه کشور آلمان ایران بایت خودمون رو بدیم تو چیکار کردیم منی که الان من حسین که امروز مثلا صبح میرم سوپرمارکت یکی برای من اینو درست کرده میخرم میوه بر رو برای من درست کرده چیده گذاشته اونجا میگیرم میرم خونه میخورم تلویزیون این فیلم هایی که زحمت کشیده درست کرده میزنم فیلم هم میبینم مثلا پلی بازی میکنم بازی ما یکی نشسته کد نویسی نوش من و از این آدمای اینجوری زیاد داریم ما دور اطرافم هیچ هیچی نمیدن به این دنیا آخه تو هم یه کاری بکن اگه هیچ کار نمیکنی مثلا این آقایی که رئیس این خانومه بود گفتش که آخر ویدیو باید لینک این شغلا رو بذاری یعنی ببین چقدر دنبال نیرو میگردن که قبول کردن که این فیلم رو ما درست کنیم که تبلیغی هم برای خودشون باشه که من نوشتم سایتشون یادم مثل لوکال بود بوتن بود نمیدونم چی بود سایتش آخر مستند هست که افراد برن تو اون سایت خودشون رو بورمن کنن اونا برن این شغل انجام بدن یعنی میخوام اینو بگم کار هستش خیلی وقتا تو آلمان ولی ما نمیریم دنبالش این به نظرم غم سعی بکنیم امید داشته باشیم یک دو سعی بکنیم برای آیندهمون درسایی که میشه از فیلم داشت برای آیندهمون از امروز به فکرش باشیم کسی که کار کرده بچه‌هاش الان یکیش مدیر عامل اینجوری شوهرش خونه خریدن صاحب خونه است نصفش رو داره رو به شوهرش می... این آدم داره اینجوری کار میکنه خب من و شما که تازه مهاجرت کردیم ما بازنشستگون دیگه مشخصه بازنشستگی رو جدی بگیریم از امروز براش فکر کنیم و اگر که تو آلمان نشستیم و قور میزنیم ایشون رو نگاه کنیم واقعا به خودمون بیایم و بگیم آقا قور نزن سعی کن زندگی تو به دست بگیری خودت و سعی کن زندگی تو بسازی دوستتون دارم امیدوارم که هر جا هستید حالتون خوب باشه ویدیو رو اگه برای کسی نفرستادید بدونید بچه ها این ویدیو یک پکیج رایگان آموزشه در حد یه لیسانس فوق لیسانس به یه آدم میتونه تجربه بده حالا نه در حد ولی واقعا به اندازه یکی دو سال تجربه سه سال تجربه توش نهفته است تو این 20 دقیقه ویدیو اینو برای دوستاتون بفرستید که دیده بشه دوستتون دارم به خودتون باشید خداحافظ